افشاگری جدید اکسیوس از خسارات حمله اسرائیل به ایران. بزرگترین مرکز تحقیقات هسته‌ای ایران در حمله اسرائیل نابود شده است. در این گزارش نگاهی کردیم به تحقیقات آمریکا و اسرائیل و خسارات وارد شده به تأسیسات هسته‌ای ایران در حمله اسرائیل به ایران و نظر وزیر خارجه ایران در این مورد. قطعنما نه تنها هیچ کمکی به حل موضوع نکرده، بلکه باعث پیچیده‌تر شدن و مشکل‌تر شدن حل مشکل و حتی نگرانی‌های بیشتر برای صاحبان این قطعنما شده. وبسایت اکسیوس با نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی خبر داده است که اسرائیل در حمله نظامی به ایران یک مرکز تحقیقاتی تسلیحات اتمی بسیار محرمانه ایران را در پایگاه پارچین منهدم کرده است. بر نوشته این وبسایت، در حمله هوایی گسترده 5 آبان اسرائیل به ایران، مرکز تحقیقات بسیار محرمانه ای که می توانست برای ساخت تسلیحات اتمی به کار رود منهدم شده است و ادامه امکان فعالیت هایی که در زمینه تسلیحات اتمی بار دیگر از سر گرفته شده بود از بین رفته است. یک مقام سابق اسرائیل که از جزئیات مربوط به این خبر آگاه بود نیز به اکسیوس گفته است که این حمله تجهیزات پیچیده مربوط به انفجار اورانیوم را از بین برده است. با این حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست، اما نماینده ایران در سازمان ملل از اظهار نظر در این ماجرا خودداری کرد. موضوع هسته‌ای ایران مذاکرات خوبی داشتیم، مسیر همکاری ایران با آژانس رو به نوعی روشن کردیم و در حال من اعلام کردم خدمت ایشون که جمهوری اسلامی ایران آماده مذاکرات هسته‌ای هست، آماده همکاری‌های هسته‌ای در چارچوب توافقات قبلی با آژانس هست. بستگی به این داره که طرف‌های مقابل چقدر در این قضیه جدی هستند. جمهوری اسلامی ایران با حسنیت توافق هسته‌ای برجام را انجام داد و با حسنیت اجرا کرد. طرف‌های مقابل بودند که خارج شدند. بر اساس اطلاعاتی که اکسیوس منتشر کرده است، تأسیسات طالقان 2 در پایگاه پارچین در 30 کیلومتری جنوب شرق تهران یکی از اهداف نظامی حمله اسرائیل در بامداد 5 آبان بود. گفته شده است که تا سال 2003 ایران از این مرکز برای تحقیقات مربوط به آزمایش مواد منفجره برای تسلیحات هسته‌ای استفاده می کرد و از سال گذشته بار دیگر فعالیت‌های آن اثر گرفته شده بود. تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالای پس از حمله اسرائیل نشان می‌دهد که این تأسیسات به طور کامل منهدم شده است. یک مقام آمریکایی می‌گوید فعالیت این مرکز تحقیقاتی نظامی کاملا محرمانه بود و فقط تعداد کمی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی از آن آگاهی داشتند. با این حال تحقیقاتی که در این تأسیسات در حال انجام بود می توانست مصرف غیر نظامی نیز داشته باشد. این مقام آمریکایی گفته است که این تحقیقات می تواند منجر به ساخت بمب اتم شود. بر اساس اطلاعاتی که اسرائیل و آمریکا در اوایل سال جاری به دست آورده بودند، در تأسیسات طالقان 2 متخصصان در حال مدل سازی کامپیوتر متالوژی و تحقیقی روی مواد منفجره بودند که امکان استفاده در بمب هسته‌ای را داشته است. اکسیوس نوشته است آمریکا در پیام محرمانه به ایران در ماه ژانویه در این مورد هشدار داده بود، اما حکومت ایران برغم این هشدار به فعالیت در این مرکز ادامه داده بود. انجام چنین فعالیت‌های سبب شد تا ارجابی مدیر اطلاعات ملی آمریکا از برنامه هسته‌ای ایران تغییر کند و در گزارش خود به کنگره در ماه آگوست درباره جمع‌بندی اطلاعات گذشته که منتقد بود ایران در مسیر ساخت بمب اتم نیست چیزی نگفت. با گفته یک مقام آمریکایی
حمله اسرائیل به این تأسیسات بسیار محرمانه پیام حساب شده از جانب اسرائیل و حکومت ایران بود. تا میزان اشراف اطلاعاتی خود را درباره برنامه هسته‌ای تهران نشان دهد. در همین حال با گزارش تسنیم، حسن سلامی فرمانده سپاه پاسداران در رزمایش زمینی رزمی نصرالله که در فرودگاه سپهر تهران برگزار شده است درباره حمله به اسرائیل گفته است: شما ضربات دردناک را دریافت خواهید کرد، فقط منتظر انتقام بمانید. در همین حال خبرگزاری مهر از سخنان عبدالرحمن موسوی فرمانده کل ارتش ایران در دیدار با خانواده یک از کشته شدگان در حمله اسرائیل و پدافند هوایی درباره حمله تلافی جویانه به اسرائیل خبر داد و از قول او نوشته است: زمان و نحو پاسخ ما تعیین می کند و زمانی را که لازم باشد در هان اید تعلل نخواهیم کرد. همزمان جانشین فرمانده سپاه پاسداران ایران نیز گفته بود پاسخ پشیمان کننده به اسرائیل خواهیم داد. او گفت ایران در طول عمرش بیش از 45 سال است هیچ خباثتی را بی پاسخ نگذاشته است و قطعاً به این اقدام اسرائیل پاسخ پشیمان کننده خواهد داد. حسین طایب مشاور فرمانده سپاه پاسداران هم هفته گذشته گفته بود ایران و اسرائیل وارد جنگ پینگ پونگ شده است و باید دید نتیجه آن چی می شود. ارتش اسرائیل در یک حمله گسترده هوایی در 5 آبان بعد تلافی حمله موشکی مهرمای ایران به اسرائیل اهداف نظامی ایران را هدف قرار داد. در انتقام از خون کودکان مظلوم غزه و همچنین مردم مقاوم و مظلوم لبنان عملیات وعده صادق 2 را مقامات و فرماندهان نظامی ایران در حال اعلان کردند که در پاسخ به این حمله عملیات وعده صادق 3 را اجرا خواهند کرد که به گزارش رسانه‌های غربی آمریکا به ایران هشدار داده است در صورت حمله مجدد به اسرائیل قادر به مهار دولت نتانیاهو برای حمله به اهداف از پیش تعیین شده که ممکن است خسارات بسیاری به زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی ایران وارد کند نیست.